این بی‌ارزشی در کشور خودمون به اشعار خواننده ها هم کشیده. دقت کنید، به اشعار خواننده ها کشیده. قبلا شعرهای ما چی؟ بمیرم تا تو چشم تر نبینم، من بمیرم تو عشق چشم تر نبینم، درد نبینم. بذار اینقدر گره کن تو جوری، نه معشوق من، من بمیرم عشق کشور نیا، بمیرم تا تو چشم تر نبینم. آی در وصف گیسوی او و فلان، الان آهنگام چی شده؟ الهی سفارز خراب شده است. بیان که ببینم که همه حلقه زدن دارم. الهی که وقت به سال باد بیاد از سمت شما. پیشی از روز من به بجز دلای پت بره میگه الهی که داغ بله بگه. به درک کرد. رفت آنگاه نشدی جایی؟ رفت به درکی رفت. از بهترش هست و رفت به بوده بدرش. بابا ما یه آهنگ تو تاکسی گذاشته میگو بوره پدرش، بوره پدرش، بوره پدرش رو سده بگیم حسلا از اون بهتر ویل که بابا اسکل بودی اشتباه میکردی از اول دیگه. بابا داره میگه لفظ اسکل رو داره استفاده میکنه از این آنگر رفت جدید ما ماتون نبودم تموم شد رفت تقصیرم خود بود. داریم مسابقه میدیم برای مورد پسند شدن کسی که اونم بدون، اینم تو وهمه، اون قیافه وجود خارجی نداره. الان فشار بسیار زیاد بر جمهوری اسلامی دارن وارد میکنن که توی ایران یه شماره تلفنی بذارن برای بچه ها که اگه بابا زدش بچه زنگ زن پلیس رو بگیرش. بسیار زیاد از بستر و مقابشه دارن فشار رو میکنن که اینو باید بپذیره. جالب اینجاست کسی باید کار نداره، ایش تو باید کار نداره. بابا بفهمیم بابا داریم چی کار میکنیم، حواسمون باشه. آقا امیرالمومنین میفرما پوشش موجب زیبایی زن میشود. نه اینکه خود پوشش زیبات کنه، یعنی اصلا خوشگلت میکنه، زیبات میکنه. چندی میگن آقا پیاز نمیدونم چجوری بخوری، زن پوست اگه خام بخوری اینجوری، پخته بخوری اینجوری، این بعد اصلا خود حجاب داشتن زن رو زیبا میکنه. آقا امیرالمومنین میفرما مثال بر شما بزنم، ببینید شما بنویسید why must them، چرا مسلمان اولین چیزی که میاد اینه why must them girls are so beautiful، چرا زنای مسلمان انقدر خوشگلن؟ ای پس زنای مسلمان خود، آیا مسلمان همشون هم نژاد خاصن؟ نه خیر، یهودیت نیستش که نژادی باشه، هر کسی میتونه چی بشه؟ مسلمان بشه. دومین سوال why muslim woman wear hijab، چرا حجاب بر سر میکنن؟ ببینید از مسلمانی اولین چیزی که شاخص است چیه؟ مرد اینجا نمیبینی، شما فقط زن داری میبینی. سومی چرا زنان مسلمان کاور پوشش دارند؟ پس نماد حجاب باید شکست حتی ما بود. چرا گوشت خوب نمیخورن؟ چرا روزه میگیرن؟ دوباره چرا زنا موهاشون رو میپوشونن؟ چرا از امریکا بیزارن؟ چرا رمضان رو جشن میگیرن؟ چرا گوشت خوب نمیخورن؟ دوباره چرا حجاب میپوشن؟ خیلی از 4 5 بار مسئله بگید. حالا شما بیاید عین همین رو در مورد ایران هم بگید. وای ایران، چرا ایرانی ها اول چیزی که میگن ایران هم مومن آف یو، چرا زنای ایران چرا وای ایران هم مومن آف سو، چرا خیلی وای ایران هم بوم. نگاه کنید مرد ایرانی چهارم بنده رو اونم مهدی کیسی نه بعد شده وای ایران هم مومن بیار، چرا اینا رو سر سر شون میکنن؟ چرا سفیدن؟ چرا خیلی خوشگلن؟ چرا زناشون سفیدن؟ چرا به خودشون میگن پرشین؟ ماجرای گروگانگیریشون چی بوده؟ میبینی باز تو همینجا سه تاش کجا پوشش پس این ترچه شما تر علم یه جا رو بندازی اون کشور داغون شده خودش رفتی به کارش علمه رو باید رو بکنید. در سهل و اصول بودن زن باعث تنوع طلب مرد میشه. مرد ایرانی که زنان زیباروی ایرانی پیششن الان بدبخت بیچاره نفهم بلند میشه میره تایلند که چیکار کنه اونجا بوده. حالا من نمیگم هر کس میره تایلند کنه، بره اونجا رابطه جنسی داشته باشه. که یکی این دانشجوی ما رفته اونجا گفت چقدر اینا بیریختن خیلی حرفه ها، میفهمی یعنی چی؟ بره این همه پول خرج بکنه، زنان زیباروی ایرانی میتونه ازدواج سالم داشته باشه. چی شده؟ خود شما خراب کرد. همه چی گردن خود شما، خود شما خراب کرد. دارید به هم خیانت میکنید. اونوزی که این دختر خانم ها اومد و دفتر ما میگفتش که اینا دیگه پرنو شدن پسرا، هر جوری خودت رو دیگه زنبور زنبور آوزون کنی یه اینا سر طبقات رو رفت میگه نگاه تم نمیتونه. قبلا نگاه من هم میکرد همون کسی نگاه تم نمیتونه، ما هم میگه نگاه تم نمیتونه. ما الان فقط تو خیابون من میفهمم وقتی یه پسر میاد میگه که این فقط با درده چی میخوره، وقتی اسم یک زن رو میذاره داف این معنی داره فقط جنسیتش دو قرار بیشتر نمیزه،
رابطه جنسیش تموم شد پرتش شد. ما ضرب مثل فارسی شده نمیتونم بگم که مردها قبل از رابطه جنسی و بعد از رابطه جنسی کلا دو شخصیت متفاوت هستند. ضرب مثلش هم این مردها مثل کنشه بزرگی میشه. اتطیبین الاتطیبات و الخبیثین الاتطیبات.